مهاجران تاجیکی که بلیت خریده بودند و پروازشان لغو شد، برای برگردانیدن بلیت های خود شتاب نمی کنند. آنها امیدوارند که مشکل به زودی حل می شود، زیرا در روسیه آنها را کار منتظر است. برخی از این مهاجران برای خریدن بلیت پول قرض گرفته بودند و برای برگردانیدن این مبلغ باید هرچی زودتر جای کار پیدا کنند. منم اومدیم بودم سیم چشلمو بود کار میبرومدیم، همه روزا بلیت بود، منم بلیتمونو گرفتیم کار همه ساختمون میکنیم امروز سلا اوز اگر اتمی نشه چی کار میکنیم با اتمی نشه با سر بلیت میگیریم میریم. فعلا مسافران رو درباره لغو پروازها خبردار کرده و پیشنهاد نمودند که پولهایشان رو باز پس بگیرند. مردم پریشان خاطر شدند، دیگر همه خوب است. آنها وضعیت را درک می کنند، برای همین از جنبی مسافران هیچ فشار به نظر نمی رسد. می دونید گپ در سری درآمد مالی نیست، بلکه مردم اذیت می کشند. آنها سفر خود را به نقشه گرفتند، باید به کار می برآمدند، اما در نهایت معلوم می شود که هواپیما پرواز نمی کند. ماجرای هوایی در اولهای ماه مارت و پس از آن شروع شد که جانب روسیه میخواست طریق شرکت اورالسکی اویالینی خط سیر نوی پرمو چلیابینسک را به تاجیکستان برآماند. اما طور معلوم شد این تصمیم با دوشنبه از قبل هماهنگ نشده بوده است. جانب تاجیکستان با اشاره به سازشنامه بین حکومتی و رعایت پاریتت و یا برابری در پروازها خط سیرهای نو را نپذیرفت. اما طرف روسیه وجود چنین بند را در قرارداد رد و تاجیکستان را در نقض سازشنامه عیبدار می کند. روسویاتسیا چون تحریم در نسبت تاجیکستان 11 خط سیر پرواز شرکت های سامونر و تاجیکی را به شهرهای روسیه منع کرد. روسیه جانبدار اجرای کامل سازش است. از این رو ما از همکاران تاجیکستانی طلب کردیم که موقع خود را تشخیص کنند. در این حال از طرف ما یگان عملی در مقابل جانب تاجیکستان پیاده نخواهد شد. در سازش حرف درباره پاریتت و یا پروازهای برابر گفته نشده است. در سازش ها شرکت های هوایی و خط سیر ها مشخص می باشند. از این رو ما طلب داریم که سازش در شکل کامل اجرا شود. در پی ماجرای هوایی 60% پروازها میان دو کشور لغو شد و این هم در موسم سفر مهاجران تاجیک به روسیه است. سالی از این پیش بحث روسیه و تاجیکستان برای با فهرست شرکت های همکار وارد کردن یمال که از فرودگاه ژوکوفسکی کناری مسکو پروازها انجام می داد ماهای ادامه کرد. آن زمان شرکت سامانر گفته بود که روسیه روی راست شانتاج می کند.